درود فروان خدمت دوستان عزیز. توی این برنامه میخوایم یه تعدادی از توکن های خیلی خیلی ارزون را خریداری بکنیم و چند ماهی توی کیف پول تراستمون نگهداری کنیم. خب اگه یادتون باشه ما توی دو برنامه قبلی داچ فادر را خریداری کردیم که خب توییت جدید ایلان ماسک بود و احتمال دادیم که در ماه‌های آینده بتونه رشد خوبی داشته باشه. یه تعدادی از این به اصطلاح رمزارزهایی که احتمال میدادیم رشد خوبی داشته باشه رو من انتخاب کردم که با همدیگه اینجا میخوایم از اینا خریداری کنیم. مبلغی که من برای خرید اینها در نظر گرفتم حدود 190 دلار هستش. البته خب من دیروز یه مقداری بیشتر داج فادر خرید کردم، یعنی 30 دلار اول خریدم و بعدم مقدار دیگه ازش خریداری کردم، ولی الان تقریبا حدود 18-19 نماد را انتخاب کردم از ارزهای دیجیتال که خب نمادهای خیلی ارزونی هستند و میخوام از اینها خریداری بکنم. سوالات احتمال داره دیگه، یا اینکه پول من هیچ تکونی نخوره، یعنی اینها قیمتشون ثابت بمونه، یا اینکه اینها خیلی افت بکنه قیمتشون، یا اینکه بسیار زیاد بره بالا. در هر حال دوستان، هر کسی نسبت به قدرت ریسک خودش یک مبلغ رو میخواد انتخاب بکنه برای این کار. هیچ اجباری هم در این کار نیست. شما خریدهای خودتون رو برید انجام بدید. بیت کوین میخواین بخرید، نمیدونم بی ان بی میخواین بخرید، اتریوم میخواین بخرید، داش میخواین بخرید، ترون، کاردانو، رمزارزهایی که واقعا خیلی توی بورس هستن و معتبر هستن، میخواین برای مدت ها نگهداری کنید، اون کار رو بید انجام بدید. اصلا این برنامه ربطی به اون نداره. اینجا فقط یه ریسکی هست. ما یک سری رمزارزها یا میخریم یا شت کوین میشیم، یعنی اصلا اینا سوخت میشه، یا اینکه اینها وحشتناک میره بالا. در حال من برای چی میخوام 17 18 تا 19 تا 20 تا نماد رو وارد بشم؟ به خاطر اینکه فرض میگیرم مثلا 19 تاشون هم سوخت بشه اما یکیشون وحشتناک بره بالا، همه اینا رو جبران میکنه. فرض کنید یکی از دوستان حدود 2-3 هفته پیش یکی از این رمزارزها رو به این صورت خریداری کرده بود، 50 دلار خرید کرده و بعد یهویی در 2 هفته شده 9000 دلار. این که میره بالا اینجوری میره بالا. حالا هر کسی نسبت به توان خودش، حالا یعنی مثلا 1 دلار خرید میکنه، اشکال نداره. شما 20 دلار برای این کار در نظر میگیری یا 200 دلار در نظر میگیری مثل من، یا 1000 دلار، 2000 دلار، بستگی به ریسک پذیری خودتون و توان مالی خودتون یه مبلغی رو در نظر بگیرید و عرض کنم خدمتتون که این کار رو انجام بدید. این پیشنهادی هستش که خب البته مثل اون بحثای قبلی ما، این فقط پیشنهاده، یعنی تضمینی بر سود یا ضرر این قضیه وجود نداره. قطعا انتخاب کننده نهایی سود و ضرر خود ما هستیم، ولی قطعا من کیفی که الان آماده میکنم و به قول معروف سبدی که الان میچینم امروز را تمام نمادهاش را در نهایت به شما نشون میدم. ارزش کیف را نهاییش را با هم میبینیم. با اون داچ فادر دیشبمون دیروز خرید کردم، اونم الان به اون اضافه میکنم که بیاد اینجا بتونیم ببینیم چقدر داخل این کیف هست و این را میبینیم. مثلا 3 ماه دیگه این برنامه رو میذاریم که ببینیم کدوم اینا 2 ماه، 3 ماه، 1 ماه دیگه چقدر اینها روش کردن و یا نه اصلا روشی هم نکرده باشن یا اصلا ضرر هم شده باشن. در حال من ریسک این رو میپذیرم با به اصطلاح تصمیم خودم. این رو هم خدمت شما عرض کنم. خیلی خوب، اولا که شما باید اسمارت چین داشته باشی، یعنی بی ان بی بپ 20 داشته باشید که الان اینجا من 193 دلار میبینید دارم حدودا، یعنی 32 صدم بی ان بی بپ 20 آوردم. میچون این که چجوری به بیستش بکنید و بیارید تو کیف پولتون و اینا تو ویدیوی قبلی توضیح دادم. اگه ندیدید اول اون ویدیو رو برید ببینید توی کانالم، آدرسش هم این بالا براتون میگذارم. و وقتی که این کار رو انجام دادید، ما این به اصطلاح توکنی که میخواییم خریداری بکنیم را بایستی بیایم و در به اصطلاح این دومی رو میزنید اینجا پنکیک سواپ، توی اونجا باید خریداری کنید. ولی از اونجایی که اسم این توکن ها احتمال داره وقتی میزنید توکن ها برای شما نیاره، لازمه که کدش رو هم بیارید. حالا من
نحوه این که شما چجوری کدها رو به دست بیارید رو خدمتتون بگم. یه برنامه دیروز بهتون معرفی کردم، کوین مارکت کپ، یادتون باشه این برنامه کوین مارکت کپ رو، که هم سایتش رو آدرسش رو براتون گذاشتم توی اون توضیحات، هم که چجوری برنامه رو گوشیتون مثل من نصب کنید. در حال هر کاری که انجام دادید این کار بهت انجام بدید، کوین مارکت کپ رو اول روی گوشیتون نصب بکنید، و اگه اون ویدیو رو هم ندیدید آدرس اونم بالا براتون میذارم، اون ویدیو رو هم ببینید حتما. وقتی که کوین مارکت کپ رو نصب کردید، حالا اینجا شما به راحتی اون به اصطلاح اسم رمز ارز رو که بزنید، مثلا من میزنم فاکس، فاکس رو نگاه بکنید، یک رمز ارزیه که الان امروز من میخوام این فاکس رو خریداری کنم. خب روش کلیک میکنم، نگاه بکنید 30 روزش رو میبینید که چقدر اومده بوده بالا، حالا اومده پایین. اونجا صفراش رو نگاه بکنید، 7 و چند تا 7 و 0 7 و 8 و 0 داره و بعد یه دونه 1، درسته؟ بله. تو 30 روز اخیرم الان که اومده پایین ببینید 7,000,000% روش کرده، الان که اومده پایین، کاری نداریم حالا موقع که رفته بوده بالاش را دیگه ببینید اونجا چقدر بوده، و احتمال داره که تا اونجا مجدد بیا بالا. در حال من میخوام 10 دلار روی این ریسک کنم، یا 10 دلار هم 5 دلار میشه، یا یهویی مثلا میشه 500 دلار، 200 دلار، 2,000 دلار. خب میایم این پایین تر، حجمش رو نگاه کنید، تو 24 ساعت گذشته 878,000 تا هم حجم خورده. مارکتاش هم ببینیم، ببینید بیشترین مارکتش توی همین پنکیک سواپ اولی، البته توی دو تا مارکت دیگه، بیت مارکت و هات بیت هم داره معامله میشه، ولی بیشترش همینجا هستش توی پنکیکه. ببینید یه آدرسی اینجا داره، این پایین ببینید نوشته بایننس اسمارت چین، که دقیقا همین بایننس اسمارت چینیه که ما تو کیف پولمون داریم. یه آدرس زیرش نوشته، این آدرس رو من کپی میکنم کنار این روباهه، عکس روباهه ببینید، آدرس رو من کپی کردم. حالا دیگه اگه من توی کیف پولم این رو زدم و نیاورد هم اشکال نداره، شما چون آدرس رو اینجا کپی کردید به راحتی میتونید اونجا این را چیکار کنید، بزنید و ببینید. رنگش هم 2735 به اصطلاح رمزارزی هستش که در دنیا وجود داره. خیلی خوب، برمیگردیم توی کیف پولمون. بعضی وقتا همین اثر انگشتش خوب کار نمیکنه دیگه. پنکیک سواپ را میزنم. برخی از اوقات این پنکیک سواپ هم رو آی پی آی ایران رو برخی اینترنت ها خوب جواب نمیده، و بعدا باید فیلتر شکن، با فیلتر شکن بیاین درست میشه، چون این مورد را ما داریم متاسفانه. نمیدونم چجوریه که تو برخی اینترنت ها یا بد باز میشه یا اصلا باز نمیشه، سری مشکلات و داستان ها. همین الان ببینید خیلی بد داره باز میشه، الان فیلتر شکن بزنیم خیلی سریعتر میاد. خب روی اون سه تا علامتی که اون بالا هست کلیک میکنم. دومین گزینه یعنی ترید را انتخاب میکنید. ترید را که انتخاب کردید اکسچنج رو میزنید. خب اکسچنج رو میزنید. یادتون باشه حتما ابتدای کار اون پایین V1 یعنی اولد را بزنید. چرا؟ چون هزینه هاش خیلی کمتر از V2 هستش. میگه این 20 دقیقه ای میرسه، ولی معمولا خیلی زودتر میرسه، یه دقیقه دو دقیقه ای میرسه. ویدو مثلا میگه یه دقیقه ای میرسه، اینو میگه 20 دقیقه ای میرسه، ولی خب اینم سریع میرسه میشه. یعنی پول اضافه ای میخوان ازتون بگیرن دیگه. خب اینجا نگاه کنید، من میگه که شما 32 صدم اسمارت چین داری، که من اولی رو میام انتخاب میکنم. من تقریبا 15,000 رو میخوام از این اسمارت چین هم الان خرج کنم، که حدوداً فکر کنم میشه 10 دلار، حدود 10 دلار. حالا ببینید دومی رو من میام اینجا انتخاب میکنم. شما ای که حالا یه سری اسامی رو من براتون در نظر گرفتم که اینجا میزنی، میبینید هیچ کدوم اینا شاید الان اسامیشون نباشه، یعنی وقتی مثلا من میزنم اینجا فیک، ببینید هیچی نمیاره.
مثلا یکی از اونایی که میخوایم بخوایم هم شاید این باشه، یا مثلا فاکس میزنم، ولی چون من قبلا اضافه کردم این برای من اینجا میارتش، ولی احتمالا شما وقتی اینجا فاکس میزنید هیچی براتون نمیاد. چیکار باید بکنید؟ اون کده که کپی کرده بودید رو اینجا بزنید. کده رو که میزنید اینجا میاد و بعدن ببینید من قبلا اینو اضافه کردم به کیفم برای شما، من اول یه بار ریمووش میکنم. نگاه کنید شما وقتی که میاد اینو میزنید، اینجا الان فاکس رو میزنید، این الان نداره، اینجوری براتون میاد، هیچی نمیاد. کاری که میکنید اون کده رو میزنید، حالا میاد. حالا وقتی که اومد اینجا ادا میزنید، این دیگه اضافه میشه دیگه، از این به بعد میاد. بعد اینجا من فاکس رو میزنم، حالا میگه که شما اینقدر از این فاکس، اینقدر میلیارد از این فاکس میگیری. اینجا گفتیم که شما درصد مالیاتی که میخواییم بابت این قضیه بدید و توکن هایی که سوخت بشه انتخاب میکنید. اول میتونی از 0.5، 1 انتخاب کنید و بیاین بالا. حالا فرضاً ما اول میذاریم 5. البته خب این فکر میکنم که 12-13% رو بایستی از این توکن بسوزونیم، یعنی مالیات بدیم. این پولی هم که مالیات میدیم دوستان دو قسمت میشه، نصفش این توکن سوخته میشه. وقتی که این توکن یه قسمتیش سوخت میشه، تعدادش کمتر میشه و قیمتش میاد بالا، و نصفش رو هم میده به کسانی که قبلا این توکن رو خریدن. بنابراین مثلا اگه که شما از این که توکن الان 2 میلیارد بخرید، تا یک ماه آینده احتمال داره این توکن شما بشه 3 میلیارد. چرا؟ آدمای دیگه که دارن میخرن، مالیات هایی که میدن، نصف اون مالیاتش تقسیم میشه بین کسایی که قبلا خریدن و شما هم جزء اونایید. پس مدام این تعداد افزایشش پیدا میکنه به خاطر اینه، خاطر اینه که خب هم قیمتش میره بالاتر با خرید بیشتر، هم این که این اتفاق براش میفته. خب اونم هم زدم روی 5% و اینجا سواپ را میزنم. اینجا به من میگه مثلا شما الان چقدر میشه ببینید 257,750,000,000 از این میگیری. من سواپ را میزنم چی بشه؟ مثلا بشه دوستان 1 دلار، چه میلیارده نمیشین. ببینید الان میگه که جواب نمیده، میگه که شما با این قیمتی که میخوای بزنی سواب نمی کنیم برات. خیلی هاشون رو 11% هم، تا این فکر کنم یا 13 یا 14، چون خرید کردم برای یکی از دوستان یکی دو روز پیش، خوب هم اومد بالا و 11 هم نیست، فکر کنم که رو 14 گذاشته بودیم. حالا در هر حال من 13 رو هم میذارم که بگه کمترین مالیات رو بدیم دیگه، ببینیم 13 بود یا 14. بله 13 هم نمیخره، حالا بزنیم روی 14. بعض وقتا 18 هم میرسه اینا، ولی خب دیگه حالا به ارزش بستگی داره. خب این کام، آها ببینید این صفحه باید بیاد، این اومد. حالا میگه دیگه ببینید تقریبا میگه که 9 دلار شما از این ارز داری میخری و 1 دلار هم بابت نتورک فی داره کم میکنه، یعنی حالا بابت همین پولی که باید به شبکه بدیم و سوخت بشه و این حرفا، اگه که مطمئنی یا علاقه مندی این کار بشه اپروف کن. خب من اینجا اپروف کردم و خب قطعا این تا دقایق دیگه به کیف پول من اضافه خواهد شد. فقط نکته بعدی که دوستان باید در نظر بگیرید این هستش که شما وقتی که این را انجام دادید، ببینید الان 193 دلار من، الان یه بار رفرش میزنم اینجا بایستی بشه 183 دلار. ببینید آها یه کمی قاطی هم کرد، میشه 183 دلار. یه لحظه میشه شد طوره بر میگه، یه کمی فکر کنم الان کیفولا قاطی کرده حالا. ولی اینجا ببینید فقط هنوز اسمارت چین رو به من نشون میده که آها هنوز خریدش رو کامل نکرده. احتمالا خرید که اینجا کامل شد، این میشه اسمارت چین من، به جای 193 دلار میشه 183 دلار. خب حالا ببینید نماده فاکس رو هم من اینجا حتما باید اضافه کنم، یعنی تو صفحه اصلی کیف پول هم بایستی اضافه کنید. اونجا اضافه کردیم توی پنکیک سواپ اضافه کردیم، یادتون باشه
غیر از اونجا اینجا هم بایستی اضافهش کنیم. شد ببینید الان خرید برای من انجام شده. چرا؟ چون که الان موجودی کیف پول من هم زده 183 دلار، یعنی 10 دلار نیست، ولی در واقع که این 10 دلار من وجود داره. چیکار میکنم؟ میام اینجا آدرس این را میزنم. ببینید اینجا علامتش رو بس روشن کنم، اینجا هم اینو روشنش میکنم. حالا اینجا هم اینو روشن کردم، برمیگردم عقبتر و الان نگاه بکنید اومد، الان شد 192 دلار. یه دلار بابت اون خریده و کارمزد و اینا پرداخت کردم، الان 199 دلار دارم از این فاکس که اینجا ببینید 9 دلار و 600 دلار هستش. اینم تعدادش میلیاردی ازش داریم دیگه، شاید 227 میلیونه اون نقطه، 227 میلیون ازش مثل اینکه داریم. انشالله بشه یه دلار، انشالله بشه یه دلار این فاکس ما. خب دوستان به همین طریق بقیه رو هم خرید میکنیم، یعنی الان من اسم اونها رو براتون توی توضیحات نوشتم و خب دیگه چون که برنامه طولانی میشه اون قسمت رو نشون نمیدم، آخر کار خریدام همه رو انجام میدم، در نهایت دوباره میام ادامه این برنامه کیفول هم بهتون نشون میدم که ببینید مثلا من از این 10 تا 20 تا ارز هر کدوم اینقدر خرید کردم و شما میتونید کیفول من رو در نهایت دوباره ببینید. اجازه بدید یه مکسی بکنیم، الان ساعتی 6:45 دقیقه، ساعت شاید 1-2 ساعت الان کار دارم و 2-3 ساعت دیگه میام و خریدار رو انجام بدم و بعدا ادامه ویدیو رو براتون میگذارم. یه لحظه شما تو یه ثانیه این رو خواهید دید، ولی خب برای من شاید 2-3 ساعت طول بکشه. خب دوستان عزیز الان ساعت 1:25 دقیقه بعد از ظهر روز شنبه هست و من دیشب خریدهایی را انجام دادم. همینجور که میبینید الان تمام این ارزها به کیف پول من اضافه شدن توی تراست و تقریبا الان 180 دلار هم ارزششونه. یه بودن خب 10-11 دلاری بابت اون درصدهایی که میزدیم سوخت بشه، فرضا مثلا شما 10 دلار که من می‌خریدم بوده از برای هر کدوم حدود 1 دلار هزینه انتقال و اون به اصطلاح سوختن توکن ها بود که حالت مالیات داره و گفتم خدمتتون به چه صورت هستش. البته حدود 60 دلارش رو خرید نکردم و می‌بینید که اسمارت چین موجود دارم، گذاشتم شاید یه توکن بهتری در روزهای آینده داشته باشیم و اون رو خرید بکنم. در حال میبینید الان تقریبا ارزش هر کدوم اینا حدود 10 دلار، الان 9.72 9.53 و بعضی هاش هم همون دیشب تا حالا حدود 1 دلاری کاهش پیدا کردن. الان تعدادشون هم 16 بله این که اینا که نیست، این دوتا آخریه که از آخر این سیف کمرش سیف گلاس بود، مثل این که 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 تا دونه توکن اینجا خرید کردیم و یه دونمون آخریه داچ فادر بود که خب اون الان تعدادش رو اینجا نوشته ولی مثل اینها اینجوری ارزشش را نمی نویسه، اون شکلی هنوز ثبت نشده توی صرافی ها، حتی اطلاعاتش هنوز نیومده چون که خیلی توکن جدیدی هستش. در هر حال من کد تمام این چیزهایی که خودم خرید کردم را پایین ویدیو براتون میگذارم، اون مقدار عدد مالیاتیش رو هم براتون مینویسم که هر کدوم، چون من دونه دونه تست کردم، بعضی ها 5 بود، بعضی 6 بود، بعضی 11 بود، 10 بود، متفاوت، هر کدوم را تست کردیم و خب سعی کردیم که کمترین رو براش انتخاب بکنیم که اونها رو هم براتون مینویسم. دیگه روشش هم که دقیقاً عین همون خریدی که از فاکس کردیم، میتونید از اینها هم خرید بکنید. البته باز هم تأکید میکنم این یه چیز کاملا ریسکی هستش و احتمال داره که
پول ما خیلی رشد عالی داشته باشه، احتمال هم داره اصلا نصف بشه و یا اصلا کلا از بین بره. در حال اگر ریسک این موضوع رو میپذیرید، در حدی که ریسکش رو میپذیرید وارد شید. لزومی نداره که مثلا شما حتما 10 دلار بخرید، میتونید 1 دلار 2 دلار بخرید. یا اگر ریسک پذیریتون بیشتر یا سرمایه که برای این کار اختصاص دارید بیشتر هستش، میتونید هم به جای 10 دلار اصلا کنید 20 دلار 30 دلار بخرید، چون احتمال داره یکیش خیلی خوب بگیره و خب جبران همه رو بکنه. این کیف رو ما نگه میداریم به همین صورت، چیزای دیگه هم نمیخرم توی این کیف که فقط همینا باشه. و عرض کنم خدمتتون یه مدت دیگه، مثلا یه ماه دو ماه سه ماه دیگه، تغییرات که تو اینجا انجام میشه را هم با هم دنبال میکنیم. باز براتون برنامه میسازم که ببینیم حالا چه اتفاقی افتاده. میتونید حالا چیزای دیگه هم خودتون بخرید. دقیقاً هم دیگه چون اینا کاملا شانسی خریداری شده، خیلی هم مهم نیست، شاید چیزای دیگه هم باشه که بتونه رشد خوبی داشته باشه. خیلی از دوستان توی کامنت ها نوشته بودن مثلا فلان ارز یهویی مثلا 1000% 1500% اومده بالا، حالا بخرم نخرم. این گونه موارد ما اصلا نمیتونیم روش تحلیلی داشته باشیم یا نقدی داشته باشیم، چه بنیادی چه تکنیکال، هیچی شنده مشخص نیست، کاملا امورات شانسیه و دوستان در هر حال وارد یک به صلاح اتفاقی میشن که خب من گفتم با یک سرمایه محدودی که برای این کار در نظر گرفته اید، اون سرمایه اصلیتون اگه میخواین رمز ارز بخرید، خب برید سراغ رمز ارزهایی که واقعا شناخته شده تر هستن و دارن خرید و فروش میشن و میدونیم سیر سعودی دارن. البته خب اینها یهو استارتای انفجاری میزنن، یعنی اونها شاید مثلا در طول یک سال دو برابر سه برابر پنج برابر بشن، اینها یهویی مثلا احتمال داره 1000 برابر بشه. این احتمال هم وجود داره دیگه، بالاخره تا ببینیم شانسمون چجوری هستش. نظرتون راجع این ویدیو هم بنویسید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.